Moje موازی با کنترل استراب به فکر کنترل کمال‌طلبی شم باشیم، یا اصلا خیلی معتقدم که ابتدا داستان کمال‌طلبیش رو مکلنجار بریم به نقطه برسونیم، بعد به فکر استرابش باشیم. گاهی اوقات ما استراب رو وابسته به نقش میبینیم. یعنی چی؟ یعنی یک دانش آموز ببینید اگر کمال‌طلب باشه و کارش عقب بندازه، یکی از نقشاش اینه که درس بخونه و بعدش هم ارزیابی بشه، امتحان بده ببینیم که چقدر بلده و چقدر بلد نیست، حجم زیادی از استراب میاد و روی امتحانش میشه. که بودی میگن ترس از امتحان، این هنوز استراب امتحان دلیلش به این گونه نیست که فرد بلد نیست، درس میخونه، یاد میگیره، سوادش هم داره، ولی موقع امتحان انگار که حجم زیادی از داده ها و یافته ها رو نداره تو ذهنش، دیگه بلد نیست، انگار میگن ما هنگ میکنه. خب معمولا اگر استراب همراه باشه با چند ویژگی دیگه که امروز ما فرصت نمیدونیم بشه بپردازیم، اصطلاحا تو روانشناسی با حوزه گول اورینتیشن یه جهتگیری هدف، که ما وقتی امتحان میدیم هدفمون چیه؟ هدفمون که نتیجه بگیریم، یا هدفمون است که بیشترین توانمون رو در سریعت امتحان استفاده کنیم و در اکثر تلاش کنیم؟ اگر گول اورینتیشن معطوف بشه به هدف، آره این استراب میشه نوع امتحان. اگر معطوف بشه به تلاش، استراب به راحتی به امتحان نمیشه. بنابراین رابطه بین استراب و استرس امتحان و کمال طلبی رو فقط از یک بچهش بهش پرداختیم و میتونه موضوعات دیگه هم باشه، شما زحمت میشه یادداشت میکنید، دوستان ما خیلی دقیق اینها رو آنالیز میکنن و تمام هدف این است که ما بیشترین رضایت مندی رو از دیدگاه شرکت کننده هامون داشته باشیم و متناسب با دقدقه هاشون و علایقشون موضوعات رو انتخاب بکنیم پیش بریم. اینجا من اجازه میخوام که یک مورد از موارد اضطراب رو که یکی از دوستان ما هستند و در این جلسه شرکت کردن و قرار هست از اضطرابشون رو بگن، من هم فیلبدای دانش رو صحبت کنم، یعنی هیچ اطلاعی از زمینی اضطرابشون ندارم، من که شناختی نسبت به مسائلشون ندارم و ممکنه صحبت های اولیه من به نظر شما سوالات مثلا مقدماتی باشه و شاید حوصله سربر، ولی حتما ما از یک مسیر پیش بریم که سریع تر بتونیم نوع اضطرابشون رو بشناسیم و احیانا خیلی خیلی سریع و فوری برسیم به منابع اضطرابشون و احیانا حتی تو این تایم کم بعضی از راهکارها رو هم ارزیابی کنیم. البته به هیچ وجه ما توی جلساتی که با مراجعینمون داریم از سریع به راهکار نمیرسیم، بعد ارزیابی کنیم، باید ارتباطی برقرار بشه و اون احساس کنم من درکش میکنم، واقعا احساس کنم من میخوام نقش بازی کنم که او رو درک کردم، واقعا بتونه من اعتماد بکنه. بعد از اینکه این درک متقابل و اعتمادی که باید شکل گرفت ما وارد مسئله میشیم. خب اجازه میخوام دوستان صحبت بکنن، از مسائلشون بگن، فقط من اجازه بدن که بعضی وقتا من وسط حرفشون بیام که احیانا اگه احساس کردم صحبت که میکنن خیلی به فاق تشخیص ما یا رسیدن به راهکارهایی نمیاد، اونها رو ازشون سریع تر بود. بفرمید شما، من میشنوم، دوستان ما هم میشنوم. سلام آقای دکتر. سلام، خیلی خوش اومدید به جمع دوستان ما. وقتتون بخیر. خیلی متشکرم. عرض کنم آقای دکتر، من یه مقداری راجع به خودم بگم اول، بعد وضعیتی که خودم الان هستم و بعد راجع به مسائلی که پیش اومده برام صحبت کنم. بله، من دانشجوی فوق لیسانس هستم و کنکور دکترا در پیش دارم. بله. بعد رشته کامپیوتر. آفرین. بعد یه مقداری جدیدن این درس خوندنم دچار مشکل شده. خب یعنی تمرکز ندارم، کتابی که میخونم وقت من میذارم ولی اون گینی رو که باید به دست بیارم رو ندارم. خب یعنی میام نگاه میکنم مثلا بعدش میبینم ای فردا مثلا یادم رفت، انگار نگم مثلا من این کتاب رو خونده بودم دیروز، مثلا تست زدم، تمرین کردم. بله. یکی از مسائلی که شدیدن تحت